متاسفانه تعداد جان باختگان حادثه ارتفاعات شمال تهران به دوازده تن رسید. پیکر دو کوهنورد دیگر امروز در منطقه دارابات پیدا شد. ریزش بهمن و کولاک در روز جمعه پنجم دی ماه 25 دسامبر در ارتفاعات اطراف تهران دوازده قربانی بر جای گذاشت. دهها ها کوهنورد در این روز بر اثر بهمن و بدی هوا دچار حادثه شدند و تقریبا نیمی از آنها جان خود را از دست دادند. اکنون بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی میگویند احتمالا سپاه پاسداران باعث مرگ این افراد شده چرا که با ارسال پارازیت باعث اختلال در سیستم مسیریابی یا همان جی پی اس شده و بدین ترتیب کوه نوردان حادثه دیده موفق به یافتن مسیر نشده و جان باختند امروز جمعه پنجم دیما 1399 در مسیر قله دختر کونورد مفقود شده در زیر بهمند خدا این بچه های آر و گروه کونوردی آر خیرشون بده اومدن برای نجات شوالا که بتونیم به یاری خداوند این کونورد مفقود شده رو از زیر بهمن نجاتش بدیم یه یک ساعتی هست بند خدا زیر بهمن مفقود شده ایشالله که بتونی پیداش کنیم بهمنی هم نیست اگه بتونی پیداش کنیم که خیلی عالیه یکی از پیام هایی که در این ارتباط در فضای مجازی منتشر شده این پیام است دیروز پارازیت سنگینی انداخته بودند روی سیگنال های جی پی اس. طوری که موقعیت یابی جی پی های دستی و موبایل های مردم از کار افتاده بود و کوهنوردها تو برف و بوران گم شدند واسه همین موضوع مثل فاجعه هواپیمای اوکراین انتقام سخت از مردم گرفته شد افراد زیادی در روزهای گذشته درباره اختلال در سیستم مسیریابی گزارش داده بودند مثلا کاربری یک روز پیش از مرگ دوازده کوهنورد در اطراف تهران در توییتر نوشته بود امروز رفتم توچال الان نگاه کردم جی پیس گوشی از یه جایی به بعد به جای کوه مسیر منو رو روی باند فرودگاه مهرآباد ثبت کرده و 18 بار طول باند رو رفتم و اومدم یعنی چی کار میکنن جی پی اینجوری وحشتناک خطا میده جی پی سیستمی است برای موقعیت سنجی مسیریابی و سنجش زمان که توسط دولت آمریکا درست شده و نیروی هوایی آمریکا مسئول نگهداری و کنترل بخش فضایی آن است که شامل 24 ماهواره است ظاهرا با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا و احتمال بروز درگیری نظامی میان دو کشور سپاه پاسداران تصمیم گرفته با ایجاد اختلال در سیستم جی پی اس مانع از حمله آمریکا به مراکز حساس شود دولت آمریکا بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در فکر انتقام است و به همین خاطر نیروهایش در منطقه را تقویت کرده و به حالت آماده باش درآورده حکومت جمهوری اسلامی هم در پشت پرده و بدون آنکه علنا موضوع را اعلام کند اقداماتی را در همین زمینه در پیش گرفته که یکی از آنها اختلال در سیستم ناوری است البته اختلال در جی پی اس تنها منحصر به منطقه توچال نیست بلکه طبق گزارش شهروندان این اختلال در بسیاری از نقاط تهران و حتی شهرهای دیگر ایران هم مشاهده شده مثلا کاربری نوشته داستان اختلال در جی پی اس رو فکر میکردم شانتاج باشه تا اینکه همین الان برای خودم پیش اومد من الان اتوبان امام علی هستم ولی مکانم رو فرودگاه مهرآباد نشون میده این کاربر نوشته مگه تروریستا از ابزارهای دست مردم عادی استفاده میکنند که با جمر مختل میکنید کاربر دیگری هم نوشته امروز وضعیت جی پی اس داغون بود خدا رو شکر که مسئولین میخوان خیابونا و مسیرای تهران برامون یادآوری بشه یکی دیگه هم گفته مسیریا به ماشینش که یک خودروی 206 است او را وسط باند فرودگاه مهرآباد نشان میدهد سپاه پاسداران با ارسال سیگنال های غلط باعث ایجاد اختلال گسترده در سیستم جی پی شده به نحوی که بسیاری از نقاط تهران فرودگاه مهرآباد نشان داده می شود پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی جمهوری اسلامی در کنار فرودگاه مهرآباد تهران است ظاهرا هدف سپاه این است که اگر آمریکا با موشک یا هواپیما قصد حمله به پایگاه هوایی مهرآباد را داشته باشد به اشتباه منطقه دیگری را مورد هدف قرار دهد مشکل اینجاست که سیگنال های ارسالی توسط سپاه تنها کوههای اطراف تهران را به عنوان پایگاه مهرآباد نشان نمیدهد بلکه بخش های وسیعی از مناطق شهری و مسکونی تهران نیز به عنوان فرودگاه مهرآباد معرفی می شود. یعنی اگر موشک های آمریکایی هم به اشتباه منطقه ای را مورد هدف قرار دهند ممکن است آن منطقه مسکونی باشد بر همین اساس است که بسیاری از کاربران ایرانی در فضای مجازی میگویند سپاه همچون ماجرای هواپیمایی مسافربری اوکراینی بار دیگر در تلاش است تا یک سپر انسانی در قبال حملات نیروهای آمریکایی ایجاد کند اختلال ها در سیگنال های جی پی اس در ایران از دو سال پیش شروع شده تیر ماه 1398 حسین فلاح رئیس سازمان تنظیم مقررات خبر داده که شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی که برای یافتن محل زندگی مشتریانشان به استفاده از جی پی اس محتاجند به اختلال در این سیستم اعتراض دارند او گفته بود که این اختلال عمدی بوده و در سامانه ناوری هواپیمایی ایران هم مشکل ایجاد کرده روابط عمومی وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی هم گفته بود پارازیت روی سیستم جی پی نزدیک بوده باعث سقوط یک هواپیما در یکی از فرودگاه کشور شود و فاجعه ای به بار آورد در آن زمان وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی بدون آنکه از سپاه نامی ببرد اعلام کرد قصد دارد از یک نهاد امنیتی به قوه قضاییه شکایت کند به گفته یه رئیس سازمان تنظیم مقررات شورای عالی امنیت ملی انداختن پارازیت روی جی پی را غیر قانونی اعلام کرده و دستور توقف آن را داده. اکنون برخی این تصاویر را در فضای مجازی منتشر کرده و میگویند اینها دستگاه های جمینگ یا همان دستگاه های ایجاد اختلال در امواج است که توسط روسیه ساخته شده و اکنون در برخی از نقاط تهران به کار گرفته می شود. البته کاربر دیگری گفته اقدامات سپاه بیهوده است چرا که در صورت حمله نظامی آمریکا اختلالات ایجاد شده توسط سپاه تأثیری بر موشکهای آمریکایی نخواهد داشت این کاربر نوشته اختلال در سیستم مسیریابی جی پی در ایران توسط سیستم جمینگ سپاه در مناطق نزدیک به تأسیسات نظامی فرودگاه مهرآباد را نشان میدهد اما موشکهای آمریکایی از جی تجاری استفاده نمی کنند و مسیر یا به کد شده دارد هر بار خطر حمله نظامی بالا میگیرد سپاه از مردم و فرودگاه ها به عنوان سپر استفاده می کند در این بین سایت تابناک هم احتمال وجود ارتباط میان اختلال در سیستم جی پی با مرگ کوه در ارتفاعات تهران را مطرح کرده و نوشته اختلال در سامانه جهانی موقعیت که به تاکید برخی کاربران شبکه های اجتماعی می تواند امنیتی و حفاظتی داشته و چه بسا به درستی هم در دستور کار قرار گرفته باشد اما با این پیشفرز ضرورت دارد در خصوص آن به امثال کوهنوردان نکاتی گوش زد شود یا از آن مهمتر از کوهنوردی در این ایام ممانعت به عمل آید چرا که خطر جانی متوجه شهروندان است سه نفر روز جمعه بر اثر سقوط بهمن جان باختند دو نفر در داراباد یک نفر در منطقه آهار هشت نفر در منطقه کلکچال بر اثر هایپوترمی وزش باد شدید و برودت زیاد جون خودشون رو از دست دادن و یک نفر در منطقه پایین از پنج ترکابین توچال که به بیمارستان منتقل میشه و متاسفانه جون خودش رو در اونجا از دست میده کلن نفر از هموطنان هم, هم ما در این جامعه تلخ جون خودشون رو از دست دادن